پس در ارکی رئیس جمهوری افغانستان در شهری کابل مراسمی سوگند یادکنی رئیس جمهوری نوی افغانستان برگزار شد. مراسمی سری قدرت آمدن اشرف غنی احمدزی در پی موافقه دو داوطلب اصلی کرسی رئیس جمهوری برای تقسیم قدرت سابق وزیر مالی اشرف غنی احمدزی و هم سابق وزیر خارجه عبدالله عبدالله برپا شد. طبق این موافقه دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت می شود. در این مراسم مهمانان بلندپایه خارجی هم اشتراک داشتند به مثل رئیس جمهوری پاکستان مامون حسین، مشاور ارشد کاخ سفید جان پادستا، رئیس پارلمان تاجیکستان شکرجان ظهورف و دیگران. درباره چالش های رئیس جمهوری نوی افغانستان اشرف غنی احمدزی صحبت داشتیم با اکبر ایازی، مدیر برنامه های افغانستان و پاکستان در رادیوی آزادی. آقای ایازی، آیا در مراسم امروزه سوگند یادکنی پرزیدنت نو اشرف غنی احمدزی به مردمش با چی حرف مراجعه کرد؟ تشکر از اینکه ما در برنامه شما اشتراک میکنم. رئیس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی امروز در مراسم بعد از ادای سوگند و تسلیمی ریاست جمهوری بر سه مسائل عمده تاکید کرد. یکی آوردن صلح در افغانستان که او با صلح امنیت هم میاد، دیگر از بین بردن فساد اداری و دیگر اینکه انکشاف همگانی کشور در مورد اقتصاد بود. اینا ها سر سه مسئله بسیار تاکید کردند و همچنان خواستند که یک حکومت داشته باشه که برای مردم خود خدمت کنن. اونا از یادآوری کردن که ضعیفترین ملت بر نزد ما گفت که قدرتمندترین است و قدرتمندترین ملت به نزد من ضعیفترین ملت است. با این بیان آغاز کردن. ما امیدوار هستم که این حرفایی که امروز اشرف غنی زدن به عمل پوشانیده شود. بعد 13 سال حکومت حامد کرزی هم مهمترین مسئله های افغانستان نبود امنیت، پرنفوذ بودن نیروهای طالبان، جنگ سالاران و مواد مخدر باقی میماند. حامد کرزی در سالهای آخری رهبریش اعتراف کرد که طالبان باید یک بخشی حکومت شوند. به فکر شما تا کجا با احمدزی و تیم او حل این چالش های سنگین حکومت افغانستان دست خواهد داد؟ بله، قرار که شما بفهمین امنیت و صلح در افغانستان مسئله بسیار مهم است. اشرف غنی امروز در بیانی که در افتتاح حکومت خود کرد گفت از طالبا خواست و هم از گروپ های دیگه مانند حزب اسلامی حکمتیار که بیان آماده باشند و برای مذاکرات صلح تیار باشند. اونا از اینا خواستن که در مذاکرات اشتراک کنن و در کشور صلح بیاورد. همچنان اینها در مقابل فساد اداری و استعمال مواد مخدر برنامه های خود اعلان کردن. به نظر ما برای اشرف غنی فکر میکنم که مواد مخدر، فساد اداری، اقتصاد و صحبت با طالبا از مسائل بسیار عمده و چالش های عمده است که اونا میخواین در شروع برنامه کار خود با اونا رسیدگی بکنن. و تا جایی که من میفهمم و یا من احساس میکنم، گمان میکنم، شاید که اشرف غنی با همکاری گروپ جدید خود بتانه که این مسئله تا یک حد در نظر خود بگیرن و متوجه کار شوند. اما وقتی که ما میبینیم امنیت در کشور نیست، تا که امنیت در کشور نبید دیگه کارهای اقتصاد، فساد اداری، مواد مخدر، اینها اصلاح از این حل از اینا مشکل خواهد بود. مراسم سوگند یادکنی امروز بعد مذاکرات طولانی احمدزی و عبدالله برگزار شد. دو داوطلب اصلی کرسی اول حکومت افغانستان قول دادند که همکاری خواهند کرد. به فکر شما همین تندم یا شریکی این دو نفر واقعا هم پرطرفدار در جامعه افغانستان تا کجا سازنده بوده میتواند؟ خب یک پدیده جدید است، یک تجربه جدید است که در افغانستان میشه و در هیچ کشور نشده که دو نفر کاندیده که برای ریاست جمهوری و مقام اول حکومت کاندید باشن و باز در نتیجه انتخابات اینا به موافقت برسن و بتانن یک حکومت درست کنن. اما این موافقه ای که بین عبدالله و اشرف غنی شده به اساس قانون اساسی نشده. از این جهت اشرف غنی مجبور بود که خارج از قانون اساسی کشور یک حکم و فرمان فوق العاده ای را صادر بکنه که تا عبدالله را در این کار بگذارن. خب
مثل که ما گفتم یک تجربه جدید است. ملت امیدوار است مردم افغانستان که این یک نتیجه بده، ولی این که نتیجه میته یا نمیته ممکن است در به نظر من در ظرف 3-6 ماه آینده معلوم شود که آیا واقعا اینا اما مذاکرات و موافقات را که کردن میتونن عملی کنن یا نه، زیرا که چالش های بسیار زیادی در این مورد موجود است که و مسائل بسیار دیگه هنوز نهفته هست که مردم نمیفهمه که نتیجه گیری از اونا چه خواهد شد.